برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد مقدس همراه ما هستند. سلام، وقتتون بخیر. آقای جمشیدی، اجازه بدید با این سوال گفتگو را آغاز کنم که چه راهکارهایی برای پایان دادن به منازعه میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی از نظر شما وجود دارد و آیا امیدی به پایان خونریزی و کشتار در این منطقه پس از چند دهه وجود دارد؟ بنده هم خدمت شما و بیننده‌های محترم شما سلام عرض می‌کنم. من خودم امیدوارم، ولی یه مقدار سخته در رابطه با فلسطین. بنابراین بفرمایید که چون جریان اسرائیل یک مسئله خیلی ساده ای نیست که بخوایم راه حل ساده ای هم بهش ارائه بدیم. بالاخره سالهای سال هست که اسرائیل رو اشغال کردن و از طرف دیگه هم بالاخره نیروهای فلسطینی اونجا تلاش میکنن که خودشون رو زنده نگه دارن، ثابت نگه دارن و نشون بدن که ما هنوز هستیم. من خودم معتقدم که جریان‌های فلسطینی اینها جریان‌هایی نیستن که بتونن در مقابل اسرائیل وایستن، فقط میتونن خودشون رو ثابت بکنن. یک راه حل عمده اینجا وجود داره و این هم نهادهای بین‌المللی است. نهادهای بین‌المللی بایستی باور بکنن که فلسطینی‌ها هستن و تمامی تلاش جریان‌های فلسطینی مثل حماس و غیره اینها میخوان ثابت بکنن که آقا ما هستیم، ما زنده ایم، ما از بین نرفتیم که شما بخواید فلسطین رو اشغال بکنید. نهادهای بین‌المللی بایستی به فریاد اینها برسن، به کمک اینها بیان. نهادهای بین‌المللی میبایستی بسابین که بهش میگن اسرائیل یا ما بهش میگیم فلسطین اشغالی یا هر عنوان دیگه، اینجا زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی نهادهای تشکیل بشه، مجموعه‌های تشکیل بشه. بر چه اساسی میبایست نتانیاهو حاکم اسرائیل باشه؟ چون زورگو هست، چون مثلا فرض کنید که اسلحه داره، چون امکانات داره. خب سازمان ملل رو برای همین درست کردن، یعنی سازمان ملل رو برای این درست کردن که اگر در یک جایی یک مجموعه مورد ظلم و ستم قرار گیره بتونه بره اونجا شکایت بکنه، بتونه اعتراض بکنه و حقوقش رو بگیره. لذا من پیشنهاد میکنم یاد راه حلی که به نظرم میرسه در رابطه با فلسطین اینه که سازمان ملل وارد جریان فلسطین بشه و کسانی که فاجعه آفریدن، فرق نمیکنه هر نوع فاجعه، حتی فلسطینی ها مگر فاجعه آفریدن، مورد مؤاخذه و محاکمه قرار بگیرن، این ریشه قطع بشه و با یک صلح و صفا و آرامشی شروع کنه به تشکیل حکومت. یا حکومت مثلا فرض کنید که لبنان شیعه و مسلمان و مسیحی و فلان هستن، یا کلا تقسیم میکنن به دو قسمت دیگه. اینا رو باعث بشینن و گفتگو کنن، با کشتار نمیشه. یعنی با این وضعیتی که نتانیاهو در اسرائیل به وجود آورده، در فلسطین به وجود آورده، در غزه وجود آورده، الان هم جای دیگه که داره نسل کشی واقعا میکنه، با این وضعیت به هیچ کجا که نمیرسن. خود نتانیاهو هم به هیچ کجا نمیرسه، یعنی منفورترین چهره فکر میکنن به لحاظ تاریخی الان شده نتانیاهو. خب این کسی هست که شما میخواد اسرائیل رو بالاخره حکومت بکنی، میخواد اسرائیل رو بالاخره اداره بکنی، هم اسرائیل خودت رو هم نمیتونی اداره بکنی، یعنی خود مردم اسرائیل هم الان موافق با نتانیاهو نیستن. لذا تنها راه حلش اینه که سازمان ملل قوی وارد عمل بشه و یک به حساب پیشنهاد، حالا دو تا کشور یا یک کشور با حکومت‌های بالاخره دورانی راه حل داره. حالا اگر فرصتی باشه میشه توضیح داد که چه کار میشه کرد، ولی که با هماهنگی با سازمان ملل میشه مسئله رو حل و فصل کرد و زیر نهادهای سازمان ملل. سپاس از شما. حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد مقدس.